درود فراوان خدمت دوستان عزیز، امروز جمعه هفتم آذر ماه هستش و یک مروری میکنیم به آخرین خبرها و همچنین اطلاعات خوبی از برخی نمادها در هفته گذشته تا انشاءالله ببینیم هفته آینده که هفته بسیار مهمی هم هستش برای بورس کماکان، ما در وضعیتی قرار داریم که میتونه باعث برگشت خوب به روزهای اوج باشه، چگونه رقم خواهد خورد. اولین خبر این هستش که در ارتباط با پالایش یکم، خب پالایش یکم میدونید تا حدود 20-30% هم توی ضرر رفت و در هر حال باز نشد، یعنی بازش نکردن. الان این ضرره برگشته به 1%، توی این جدول دقیقا مشخص هستش، همینجوری که نگاه میکنید الان بر اساس آخرین قیمت‌های معاملاتی که برای شتران، شپنا، شبریز و شبندر اینجا مشاهده می‌کنی، نسبت به اون قیمت روز اولی که ارائه شدند در مجموع 1% الان کمتر از اون قیمت هستن. با توجه به اینکه خب این هفته هفته خوبی برای پالایشی‌ها بود و تو یک دو هفته اخیر تونستن که بودن هر کدومشون حدود 17-18% بالا بیان و الان این ضرر به اینجا منتهی شده و ختم شده. امیدواریم که این هفته وارد سود بشن. البته میدونید پالایش یکم هنوز باز نکردن و با توجه به شرایط بازار چیزی که گفته شده این هستش که میخوان صبر کنن تا افزایش سرمایه ها به ثبت برسه، بعدن باز کنن. ولی خب اینا همه بیشتر بهانه است، به خاطر اینکه اگر باز میکردند افت شدید و بعدن مشکلات زیادی و هر روز سر و کله زدن با مردم را فکر کنم یه مقداری برشون خیلی دیگه سخت میشد، فشار زیادی وارد میشد و به خاطر همین قضیه باز نکردن. ارائه دارا سوم منتظر ثبت شرکت ها اوضاع بازاره. حالا اینم حرف دیگه ای هستش که معاون امور بیمه و بانک وزارت اقتصاد دارایی گفته که آقا ما هنوز بسته به شرایط بازار بایستی این دارا سوم رو هم به فروش برسونیم. میدونید که دارا یکم زمانی که ارائه شد خب خیلی آنجوری که فکر میکرد دولت مورد استقبال قرار میگیره و استقبال نشد، یعنی تعداد زیادی از مردمی کار نکردن، نیومدن و خب به خاطر همین خیلی از سهمی که برآورد کرده بودن میتونن بفروشن موند از این بانک ها. حالا اینا میخوان این سه تا بانک رو بیارن تو دارا سوم ارائه بکنن و بعد برای هر کد ملی تا سقف 5 میلیون تومان با تخفیف جدید 20% میخوان ارائه بدن و حالا بعد ببینیم که داستان دارا سوم به کجا میرسه. البته خب به نظر من اگر این ارائه ها انجام نشه خیلی بهتر هستش برای شرایط فعلی بورس و علتش رو هم توی این تصویر بهتر میتونیم ببینیم. ببینید اینها صندوقای ETF هستش که مقایسه شدن با هم دیگه. ارزش این صندوق ها خب یا اون قیمت ناوشون بهتر بگیم، اون ناوی که صندوق ها دارن یا NAV، ببینید این یه ارزشی داخل صندوق هست. حالا ارزش سهم یا بیشتر از اون قیمت ناو یا NAVه یا کمتره. خب اگر کمتر باشه این برای خرید بهتر هستش، یعنی انتظار داریم که خودش رو بیاد برسونه به اون قیمت ذاتی خودش، و اگه بیشتر باشه خب یه مقدار ریسک خریدش زیاد میشه چون احتمال داره بیاد پایین و بعدن به قیمت NAV خودش برسه. حالا اینجا با هم دیگه مقایسه میکنیم این صندوق ها را و حالا بیشترین بازدهی هفتگی مربوط به صندوق سرو بوده که حدود 4% رشد کرده و البته NAVش هم 4.8% اومده بالا و بهترین عمل کرد هفتگی مربوط به صندوق آوا بوده. آوا تونسته NAV خودش را 5.8% بیاره بالا. ببینید صرف 4.8% اوورده بالا NAVش را ولی قیمتش هم 3.9% اومده بالا، یعنی که حدود 1% هنوز جا داشته که قیمت هم بیاد بالاتر تا به این NAV برسه. ولی خب حالا آوا رو بعد نگاه بکنیم، آوا تونسته این هفته 5.8% NAVش رو بیاره بالاتر، حالا بعد ببینید قیمتش هم 5.8% اومده بالاتر یا نه. از اون طرف نگاه کنید صندوق مثل صندوق الماس
این هفته صندوق الماس که قیمت آخر هفته قبل آن 2.5% بالاتر از NAV بود، علارغم رشد 3.2% خالص ارزش روز دارایی‌ها، با 3.7% قیمت مواجه شد و به یه حباب منفی 4.4% رسید. ببینید هفته گذشته 2.5% قیمت آخر هفته گذشتهش بالاتر NAVش بوده، حالا NAVش هم رشد کرده اومده بالا، یعنی که 1% NAVی اومده بالاتر از قیمت، یعنی انتظار بر این بوده که قیمت هم 1% بره بالا، اما قیمت 3.7% اومده پایین تر و الانه یه حباب منفی تو NAVی ایجاد شده که حالا حبابای مثبت و منفی تو این عکس میخوام بهتون نشون بدم که به چه صورت هستش. تا اینجا نگاه کنید، الان آوا با رشدی هم که این هفته داشته هنوز منهای 2 مونده تا به اون ناو برسه، یعنی که الان قیمتش کمتر از قیمت ناوه، ارزش 4% کمتر از قیمت ناوه، افق ملت 2.5%، الماس که الان صحبت کردیم 4.4%، آتیمس 1.5% و آسام 1.6%، اینا همه قیمتشون کمتر از قیمت ناوه، آساس 1.8% بیشتر از قیمت ناوه، بذر و زر هم حدوداً 1% زیر قیمت هستن، ولی گوهر هنوز 2.2% بیشتر از ناوه، عیار 0.5% زیر قیمته، طلا 1.5% بیشتره، کاردان و اطلس و ثروتم و سنووین و کاریس و سر و فیروزه و همه اینها قیمتشون زیر قیمت ناوه ولی زیاد نیست، حالا غیر از کاردان و فیروزه که حدود 3% هم، بقیهشون تو رنج 1.5-2% میچرخه، آگاس هم تقریبا خونساه و اما مهمترین قسمتش اینجاست، نگاه بکنید دارایی کم 26% زیر قیمت ناوه، هنوز دوستان الان قیمت ناوه دارایی کم 26450 تومنه، در حالی که قیمتش روی تابلو 19600. به نظر من برای خرید دارایی کم الان فرصت بسیار خوبیه. علت این که تو هفته گذشته ما برای مشترکینمون دارایی کم اضافه کردیم همین علت بود، البته ما رو قیمت 18500 شروع کردیم اضافه کردن و خب تا تقریبا 19200 هم رسید اضافه کردن هامون و کمتر از 24 تومن هم نمیفروشیم، یعنی صبر میکنیم تا قیمت به 24 برسه و بعدم براشون شروع میکنیم فروش کردن. چرا؟ چون ناو صندوق الان 26 هستش و در همین ابتدای امر ما میشه گفتش حدوداً 25-6% فاصله داریم، یعنی میتونیم این سود رو هم کسب بکنیم. یه مقداری با بیمهری مواجه شده دارایی کم، علتش هم اینجا باید جستجو بکنید، به خاطر اینکه یک کمی دوستانی که خرید میکنن یا فروش میکنن و اون تازه واردها به این چیزها دوستان توجه نمیکنن، اونا به چیزی که توجه میکنن اینه، یعنی میان نگاه میکنن دارایی کم رو دولت داده، پالایش کم هم دولت داده، الان پالایش کم اوضاعش خوب نیست، احتمال داره دارایی کم هم اوضاعش خوب نباشه، بیشتر به این چیزا توجه میکنن تا اینکه بیان به یک مسائل اینجوری دقت بکنن و خب این میتونه مسئله بسیار مهم باشه. پیاز در آبان 93 میلیون تومان کسب درآمد کرده که در مجموع 8 ماه گذشته 672 میلیون تومان که پارسالش 431 میلیارد بوده، یعنی امسال سال 99 از 431 رسیده به 672. قیدش در آباما 56 میلیارد تومان کسب درآمد کرده و خب این باز نشون دهنده این هستش که رشد داشته و در شهریور رشد خوب 611 میلیارد ریال بوده، در مهرم 699 و آبان هم 567 و توی این چند ماهه رشد خیلی خوبی را اشاره میکنه که قدشت داشته. که گوهر 1397.98 میلیارد تومان در این ماه آبان ماه ببخشید ماه گذشته کسب کرده، در حالی که در مهر 1184 بوده و خب میبینیم که تو آبان بیشتر از مهر درآمدش بوده. به مپنا در آبان ماه
17 میلیارد درآمد داشته که خب میبینیم که بیشترین درآمد حاصل از تولید انرژی نیروگاه تا حالا بوده. یعنی الان آبان ماه به مبنا در بهترین نقطه تاریخیش قرار گرفته. اینا رو در حال همه داریم میگیم که دوستان میتونن برن بررسی کنن از نظر بنیادی و تکنیکالی و اگه خواستن وارد بشن، در هر حال میبینن که خبرهای خوبی داره از بسیاری از سهام به گوش میرسه. خب شروط تکرار شدنی بهار، ببخشید شروع تکرار رشد بهار بورسی، که خب حالا میاد اشاره میکنه به این قضیه که چه اتفاقاتی میتونه بیفته تا این قضیه رشد صورت بگیره، که خب حالا چه اقدامات سیاستهایی برای توسعه بازار کنونی باید انجام بشه. اینجا رو با هم دیگه یک مروری داشته باشیم. برای توسعه بازار باید توسعه بازار سهام و بازار بدهی همزمان در دستور کار قرار گیرد. البته الزامات توسعه این دو بازار در مجموع مشابه اما اجرای اجزای تفاوت است. در مجموع مشابه اما در اجزا متفاوته. در درجه اول باید یه الگو برای توسعه بازار سرمایه در نظر گرفت، مثلا ژاپن، بر مبنای یک الگو و محوریت آسانسازی حضور سرمایه گذاران بین المللی اقدامات بعدی را در پیش گرفت. خب اینم میتونه یک پیشنهاد خوبی باشه که الان ببینید خارجی ها به راحتی نمیتونن بیان توی بورس ما. الان ما داشتیم، من خودم موارد زیادی داشتم که خب خارجی هایی هستن، حتی حالا مثلا از افغانستان میخوان وارد بشن در بورس ما و خب اینا خارج کشور هستن. مثلا موردی که من داشتم اون افغانی بوده که تو آلمان داره زندگی میکنه، یه مقداری اینها کد بورسی گرفتن و وارد شدن، اینا شرایطش رو که خوندم و براشون فرستادم با اصلا حضوری برن تو دفتر کارگزاری و نمیدونم اینها، یه ذره خب سخت دیگه برای اونها. حالا حضوری از آلمان پاشه یه خارجی بیاد تو ایران که تو کارگزاری فرزند ایرانی حساب باز بکنه، خب این یک اولین سنگ هستش که ما میبینیم و خب بایستی یه مقداری به این مسائل توجه برسه. به نظر میرسد افزایش عمق بازار سهام و بازار بدهی باید در اولویت قرار گیرد. عمق کم بازار سرمایه و به تبع آن نقش‌شوندگی پایین دارایی‌های مالی، بسته بودن نمادهای معاملاتی و عدم شفافیت کافی معاملات به خصوص در مورد سهام عدالت، ریسک معاملات در بازار سهام را افزایش داده است. خب بله، همه اینا که بیشتر برمیگرده به همون دامنه‌ای که نگاه میکنیم، ما کمترین دامنه نوسانی‌ها در دنیا داریم، 3-5% باعث میشه که نماد تو صف فروش بمونه، بعد وقتی نماد بسته میشه حالا تا بیاد باز بشه اون شفافیت هم وجود نداره و بلا تکلیفی سهام عدالت هم این وسط مسائلی هستش که اینجا داره اشاره به این میکنه که کل بازار از نظر نقش‌شوندگی زیر سوال برده، که خب انشاءالله به این گونه مسائل بیشتر دقت بکنن، چون حرفای خوبی هستش که خب بخیر کارشناسا میان میزنن، ولی بعدا تو جلسات اون شورای عالی بورس میبینیم که جای این کارشناسا واقعا خالی هستش. خب کدام صنایع با بیشترین رشد قیمت همراه شدن؟ ببینید اینجا توی این تصویر یک مقایسه جالبی انجام گرفته که حالا با هم دیگه این مقایسه رو میبینیم. ببینید ما ببینیم از 20 مرداد تا 20 آبان صنایع مختلف دقیقا مشخص هستش که چقدر افت داشتن. مثلا بانک ها 38% افت داشتن، فرآورده های نفتی 61%، محصولات کاغذی 54%، مخابرات 52%، فنی مهندسی 53%، استخراج نفت و گاز 46%، خودرو 50%، 51%، زراعت 56%، بیمه 43%. نگاه میکنید همه اینا، حالا خودتون ببینید، من دونه دونه نمیخونم، حمل و نقل نگاه کنی 71% افت داشته توی این مدت، تقریبا بیشترین افت هسته. حالا جدول ادامه داره، الان میتونید شما توی یوتیوب رزولوشن ویدیو رو بیارید بالا و اگر که بالاتر بذارید شاید دقیق بتونید اعداد رو هم بخونید، چون که معمولا به صورت اتوماتیک با کمترین کیفیت به خاطر ضعیف بودن اینترنت یوتیوب انتخاب میکنه در ایران. خودتون میتونید تغییر بدید و وقتی که تغییر بدید اینا رو شفاف میتونید ببینید. ببینید محصولات غذایی 41%، داروی 37%، و کمترین افت قیمت رو ما تو خرده فروشی داشتیم که 6%،
تو این مدت افت داشته. کاش یا سرامیک هم که تو این مدت 17% اومدن بالا، یعنی افت که نداشتن هیچی، گروهشون 17% هم سود داشته، بهترین عملکرد رو داشتن و خب بدترینش هم حمل و نقل بود توی اینجا دیدیم. وسایل ارتباطی هم همینجور 69% توی این مدت آبان مرداد تا آبان افت داشتن. اینا نگاه کنین، حالا این طرف نگاه کنین، از 21 آبان تا 5 آذر که تقریبا یه مقدار اوضاع خوب شده، ببینیم که اینا چقدر رشد کردن. حالا اینجا این جدول رو بر اساس رشد ها گذاشته، یعنی بانک ها بیشترین رشد داشتن 32%، بعد فرآورده های نفتی و کاغذی که ببینید 32 30 28 27 مخابراتی ها. و خب این دوتا رو از هم کم کنید مشخص میشه که وضعیت این سهام توی این چند ماه کدوم ها بهتر بوده. و خب ببینید الان 38% اومده پایین، حالا 32% اومده بالا، یعنی هنوز 6% پایینه. فرآورده‌های نفتی هنوز 31% پایین‌تر هستش قیمتشون. حالا شاید این بتونه یک نگرشی هم به ما بده که خب اینها جا دارند که اینقدر هم بیان بالا، یعنی مثلا بانک ها جا داره 6% دیگه بیان بالا تا با قیمت قبلی برسن، اینا 31% بیان بالا. محصولات کاغذی الان 28% تا 54 در نظر بگیرید. حالا اینجا عددا رو هم نگاه میکنید، 27 23 21 19 حمل و نقل، این حمل و نقلی ها که 71% افت کرده الان فقط 19% اومدن بالا، یعنی بودن 42% هنوز جا دارن تا به اون قیمت های قبلی آبانشون مردادشون برسن، اگر که حرکت های خوب باشه. البته این مستلزم اینه که بازار بتونه خودش رو جمع بکنه و خوب بیاد بالا. الان خودرویی ها ببینید 23% اومدن بالا، در حالی که خب 51% اومده بودن پایین، که خب الان جا داره که 27-28% دیگه بتونن بیان بالا. و البته بستگی به بازار، ما نمیگیم که قطعا این اتفاق میفته، فقط داریم مقایسه میکنیم گروه های مختلف. زراعت 23%، در حالی که 56% اومده بوده پایین. و خب اینجا نگاه میکنیم حالا گروه های مختلف، حالا اونایی که کمتر رشد داشتن رو هم این پایین تر نگاه میکنیم. حالا مثلا نگاه کنید کاشی سرامیکی ها که توی این مدت افت کمی داشتن و حتی 17% هم اومده بودن بالا، توی این مدت 3% اومدن بالا، یعنی بیشتر پول ها دیگه رفته توی این بالای جدولی ها، مثل فرآورده های نفتی و کاغذی و مخابرات و فنی مهندسی و خودرو و زراعت و بیمه و فلزات اساسی اطلاعات ارتباطاتی حمل و نقل، تا اینجا بودن 20% همشون توی این مدت اومدن بالا. 10-20% این قسمت جدول قرار دارن که حالا بعدا خودتون این را میتونید کامل ببینید. حالا عکس این را هم من تو کانال تلگرام براتون میذارم، این عکس را هم توی تلگرام میذارم که بتونید یه مقایسه دقیق تری را توی اینها داشته باشید. و عرض هم خدمتون این عکس اونجا دانلود کنه اگر اینجا خوب نمیتونید ببینید. حالا ببینید دیگه بدترینشون وسایل ارتباطی بودن، هم اونجا 69% افت کردن تا اون از مرداد تا آبان، توی این یک دو هفته هم که اوضاع بورس خوب بوده تازه 19% دیگه هم افت کردن، یعنی اینجا بوده 70%، اینجا بود 20%، اینا 90% تا وسایل ارتباطی افت کردن. و خب خیلی عجیب هستش واسه اینا، کی دیگه میخوام میام بالا. محصولات چرمی هم جوری 52% الان 18% هم دوباره افت کردن. انتشارات و چاپ و تکثیر هم همین حالت رو داشتن. محصولات چوبی هم باز افت داشتن، چند رشته ای صنعتی هم باز افت داشتن. حالا مثلا یه چیزی مثل کاشی سرامیکی اگر الان افت کنه، خب میگیم اشکال نداره چون 17% اومده بودن بالا، الان جا داره که حتی مثلا 30-40% هم افت کنن. و تازه اگه 30-40% افت کنن مثل بقیه میشن، برایندشون منفی مثلا 20 میشه. مثلا ببینید الان توی این رایانه رو مثلا در نظر بگیرید، 37% اون موقع اومده پایین، حالا 10% اومده بالا، هنوز منفی 27 ولی خب الان کاشی سرامیک مثبت 20، یعنی اگر که 20 تا بیاد اینجا پایین، 27 تا اونجا بره پایین، 47% هم بیاد پایین، تازه قیمتاش مثل اون قیمتهای رایانه ها میشه. مثلا مثال زدم، حالا بقیه هم تون ببینید. پس عجیب نیست این قضیه اگر هم یک موقع هم چه اتفاق افتاد، ولی واقعا در اینا دیگه اینا چیکار میخوام بکنن؟ من های 69% حالا داره 19% هم اومدن پایین که واقعا دیگه عجیبه. ارز اولیه ها رو ببینیم تو هفته ای که گذشت، خب همشون نگاه میکنیم که با تقریبا سود مواجه بودن و رشد کردن تو این هفته. گدنا رو ببینید، رافزا و لپارس که خب بیشترین
رشد داشته، 600 افا قگیلا کمتری بوده و کلا میبینیم که تا الان از اول تا حالا گدنا و لپارس و 600 افا بیشتر از بقیه بیشتر از اون دوتا اومدن بالا. رشد چشمگیر درآمد زهراوی در دومین فصل پاییز رو هم اینجا میبینیم که نسبت به سال قبلش 47% رشد داشته. لطف کنید این ویدیو رو حتما لایک کنید، برای من کامنت بگذارید و دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون باشه.